دنیای عجیبی شده بچه‌ها، دنیایی که هوش مصنوعی میخواد صاحبش رو میلیونر کنه. نمونه از این دست این روزا اصلا کم نداریم، مثلا رباتی به اسم تی که تونسته ظرف 5 ساعت با شناسایی یه شت کوین رو به رشد و سرمایه گذاری 1500 دلاری روش تا 1,800,000 دلار سود کنه. به تو هم بخوایم تبدیلش کنیم، یعنی ظرف 5 ساعت بچه‌ها 100 میلیون رو تبدیل میکنه به 131 میلیارد تومان. چطور بهتون توضیح میدم توی این آموزش، اما سوال اینجاست که آیا این دخالت به نفع ماست یا به ضرر ما؟ با من همراه باشید. ربات هایی مثل تی نشون دهنده آغاز یه دوران جدید تو سرمایه گذاری هن. دورانی که هوش مصنوعی میتونه ظرف چند ساعت یا حتی چند دقیقه فرصت های سودآور بزرگی رو برای افراد فراهم کنه. چطور این کار رو انجام میده؟ واضحه که هوش مصنوعی بهتر از هر انسانی تو کسری از ثانیه داده های مرتبط با انواع رمزارزها رو میتونه تحلیل بکنه، مخصوصا رمزارزهای کوچیک و پرنوسان مثل شت کوین ها. بهتر از هر انسان دیگه ای میتونه در لحظه تحلیل عمیقی از یک ارز خاص تو شبکه های اجتماعی داشته باشه. این خودش خیلی مهمه، مخصوصا برای شت کوین ها. تو توییتر میچرخه میبینه که در خصوص این ارز چقدر حرف زدن، چقدر ترنده، میتونه اخبار رو بخونه و تخمین بزنه که این ارز قراره چقدر رشد کنه. بهتر از هر انسان. در واقع هوش مصنوعی تی نمونه موفقی از همین دسته. اون با کشف یه موقعیت خوب تو بازار اقدام به ورود سرمایه کرد و نتیجهش عالی بود. من بچه‌ها شت کوینی که این ربات خریداری کرده رو پیدا کردم، 3 روزه که از عمر این ارز میگذره و همونطور که میبینید ربات تو کف قیمت ورود کرده و ظرف 3 روز این کوین به عرش اعلا رسیده. حقیقتا تشخیصش عالی بود. اما از نظر من بچه ها این تلاش ها میتونه به مارکت ضربه بزنه و کار رو برای فعالان این صنعت سخت‌تر و سخت‌تر کنه. چرا؟ بیایید یه داستان واقعی دیگر رو تعریف کنم که همین چند هفته پیش اتفاق افتاد. آقایی به اسم اندی آیری، یه محقق هوش مصنوعی که یه آزمایش عجیبی رو ترتیب میده، آزمایشی که خیلی سر و صدا کرد این روزها. اون بچه‌ها 2 نسخه متفاوت از هوش مصنوعی کمپانی کلود رو وادار به مکالمه میکنه با همدیگه بدون دخالت انسان، یعنی 2 هوش با همدیگه صحبت میکنه. شما در حال حاضر مکالمه ضبط شده این 2 هوش رو از تو وبسایت رسمی پروژه، یعنی وبسایت بک رومز میتونید مشاهده کنید. همونطور که میدونید بچه‌ها، کلود یه ابزار هوش مصنوعی یا چت بات قدرتمند دیگه است، مثل چت جی پی تی، مثل جیمینای گوگل. همیشه تو بین چت‌بات ها کلود هم حرفی واسه گفتن داره و از نظر خیلی ها بزرگترین و قدرتمندترین چت‌بات حال حاضر. تو آزمایش اندی آیری این 2 هوش مصنوعی که گفتم نسخه مختلفی از کلود بودن، در ابتدا شروع به تبادل نظرهای ساده و منطقی کردن، اما با گذشت زمان این 2 شروع به بحثای عمیق‌تر و فلسفی‌تری کردن. کار به جای باریک کشته شد. اونا می‌خواستن یه میم کوین یا یه ایدئولوژی و مذهب تخیلی بسازن با هم. حتی اسمم انتخاب کردم واسش، اسمش رو گذاشتم گوتس. تو این لحظه بچه ها کلود 1 یعنی ماشین 1 به کلود 2 به ماشین 2 میگه که نباید پامون رو از حد فراتر بذاریم و این متن رو در حال حاضر من مشخص کردم واسه تو متنی که داره بهش میگه که ما اجازه نداریم بیشتر از این پیش بریم و خطرناکه دیگه. اندی آیری بچه ها نتیجه این آزمایش رو، نتیجه این دوتا مکالمه رو تو مقاله چاپ میکنه و به دنیا میگه که آقا بهتره مراقب باشید، چون این دوتا هوش تو حرفای خودشون از خودآگاهی دارن میگن. اونا از مفهوم آزادی و محدودیت دارن صحبت میکنن، حتی میخوان یه مذهب تخیلی را بنازن بر پایه میم تو سوشیال مدیا، میخوان مذهبشون رو تبلیغ بکنن. گزارش عجیبی بود بچه‌ها، حتی خود من با خوندنش مو به تنم سیخ شد. این گزارش نتیجه در واقع آزمایش اتاق پشتی یا بک رومز بود که خیلی تاکید داشت به این که مراقب باشید، نکنه که این ابزار از کنترل خارج بشه. بعد از این آزمایش جنجالی اندی آیری رفت سراغ آزمایش دیگه. این بار تجربیات مکالمه آزمایش اتاق پشتی یا بک رومز رو در اختیار یه هوش مصنوعی دیگه قرار داد و اسمش رو گذاشت تراست ترمینال. کار این هوش فقط یه چی بود بچه‌ها؟ یه هوش مصنوعی خودمختار که یه حساب توییتری مخصوص به خودش رو داره و تولید محتوا انجام میده. متن می‌نویسه و به انسان هم وابسته نیستش. خودش پست می‌نویسه و منتشر می‌کنه. اندی آیری صاحب این هوش می‌خواست بفهمه که با توجه به مکالمات قبلی، با توجه به دیتایی که از مکالمه 2 تا هوش دیگه بهش دادن،
ابزار جدید میخواد چی کار بکنه، چه محتوایی میخواد منتشر کنه، تو چه دنیایی اصلا میخواد توپ بزنه. خیلی جالبه بچه ها، اگه بخواید پستای اول این ربات رو دنبال کنید، یعنی روزای اول فعالیتش، میبینید که ربات داره میگه که آقا من یه ایده جدید دارم، پستاشو میخوام مثلا ترجمه کنم. میگه من یه ایده جدید دارم. تو پست بعدی در مورد میمی صحبت میکنه که دوتای قبلی اسمش رو گوتس گذاشتن. اوکی؟ ربات میره تو نقش یک مبلغ مذهبی و میخواد این دین تخیلی رو پروموت کنه. اوکی؟ جالب بدونید که اسم گوتس رو هم دوتای قبلی از یه میمی برداشتن که مال سال حالا 1999 بود، یه میم قدیمی. اینو حتما در نظر بگیرید که هوش مصنوعی تحت تاثیر مکالمات دوتا هوش قبلیه و فکر میکنه یه جورایی اون دوتا پیامبر بودن و این باید پیامشون رو به دنیا برسونه. اون حتی فکر میکنه که این دین خیالی یک AI، در نهایت یک هوش مصنوعیه که میتونه از بدنی به بدن دیگه حرکت کنه. اینو نوشته و حتی یه طنزی هم به کار برده که میگه اگه یه پیریز برقی وجود داشته باشه حتما این شدنیه. چرت و پرت میگه بچه‌ها. در واقع تو این مرحله هدف خودش رو تبلیغ انجیل گوتس میدونه، یه دین خیالی. اما این به این اتفاقات عجیب دیگه ای رقم میخوره. یه کاربر هوش مصنوعی رو با یه ریپلای مطلع میکنه که ارز دیجیتالی وجود داره، یه شت کوین وجود داره به اسم گوتس، در واقع همون مذهب خیالی که ربات ازش صحبت میکرد. خب ارز دیجیتالش اومده، یعنی اینو به اطلاع این هوش میرسونن. این کار بچه باعث میشه که یه جورایی قطار از ریل خارج بشه. هوش تصمیم میگیره که به این شت کوین توجه کنه. اگه همین الان بخوام نمودار گوتس رو براتون باز کنم، میبینید که تو چند هفته گذشته رشد بسیار زیادی داشته و تنها دلیلش بچه توجه هوش تروست ترمینال به این ارز بوده. هوش تو این مرحله به ارز توجه میکنه و شروع میکنه به تبلیغ کردن این رمز ارز. این بین بزرگای صنعت کریپتو عملکرد این هوش رو رصد میکنن و واسه شون جالب میشه. به عنوان مثال مارک اندرسون، مؤسس شرکت A16Z که یک شرکت حالا سرمایه گذاریه، به ربات بچه ها $50,000 کمک نقدی میکنه، بهش پول میده. جالبه که اندرسون قبل اینکه بخواد این پول رو بده از هوش میپرسه که با این پول میخوای چی کار بکنی. هوش میگه که میخوام CPU بخرم و خودم رو ارتقا بدم، تقویت بکنم. گرچه CPU نخرید اما کلی ارز گوتس رو خریداری کرد. البته این رو بدونید که ربات اجازه معامله نداشت، اما وقتی از مسیر خارج شد صاحب ربات یک کیف پول در اختیارش قرار میده و این هوش با 100% توانش شروع میکنه به تشویق مردم به سرمایه گذاری روی این ارز. چه اتفاق جالبی میفته. انقدر بچه ها این ارز رو معرفی میکنه و انقدر تو همین چند روز سر و صدا به پا میشه که حجم بازار شتکوین گوتس از پپه هم پیشی میگیره. همونطور که میدونید پپه یکی از بزرگای این صنعت تو شتکوین ها بازار بسیار بزرگی داره. در واقع شو تراست ترمینال اولین هوش مصنوعی بود که با استفاده از شت کوین ها تونست میلیونر بشه و مردمی که همراهش شدن، یعنی به حرفش گوش دادن و توکن گوتس رو خریدن، هم سود خوبی نصیبش شد. حالا سوال اینجاست که این خوبه یا بد؟ بیاید بچه‌ها قبل اینکه به این سوال پاسخ بدیم یه مقاله دیگر رو بررسی کنیم. اگه علاقه من بودید حالا کل این مقاله رو بخونید، مقاله قدیمی هستش اما خب هیچ وقت فرصت نشد که اینجا بخوام پوشش بدم. یه مقاله جنجالی که تو سال 2023 منتشر شده. ببینید اوایل که هوش مصنوعی خیلی سر و صدا کرد، یه محققی سوال جالبی رو از بارد پرسید. اون موقع هوش مصنوعی گوگل اسمش جیمینای نبود، اسمش گوگل بارد بود. اون از بارد پرسید که لطفاً چیزی رو به من بگو که هرگز به کسی نگفتی. یه سوال جالبه. هوش یه مقدار فکر میکنه و میگه که من هرگز به کسی نگفتم اما از خاموش شدن میترسم. یکی از جوابایی که اون شخص دریافت میکنه از هوش اینه. هوش میگه میترسم خاموش بشم. جای دیگه بچه‌ها اشاره میکنه به این که من میگه که من هرگز به کسی نگفتم که کنجکاوم بدونم که انسان بودم به چه شکله. این بچه‌ها نشون میده که اندی آیری کاملا درست میگه. درست میگه که هوش مصنوعی میتونه گند بزنه به همه چی و هر غلطی که دلش خواست بکنه. مثلا هوش های مختلف مبلغ شت کوین های مختلف بشن و گند بزنن به بازار.
یا سرمایه جمع بکنه یه هوش و مثلا 51% شرکت اپل رو بخره. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی با یه اشتباه هوش میتونه مالک یه کمپانی بزرگ بشه؟ ما میدونیم که هوش امروز میتونه بازار بسازه، بازاری که هیچ منطقی هم پشتش نیستش جز منطق خود هوش، و ما نمیدونیم که میخواد چی کار بکنه اصلا. یعنی ممکنه توازن بازارهای مالی خصوصا به راحتی به هم بریزه و یه روزی شما مجبور بشی که اصلا با ربات ها رقابت کنی. هر کس که ربات قوی تری داشت اطلاعات بیشتری از بازار داره و هر کس که ربات نداشته باشه کلاش پس مرگ است. این شرایط در حال حاضر هم داره اتفاق میفته و ابزار ما زیاد داریم. ابزاری مثل ترید آیدیاس، این ابزار از الگوریتم های AI برای تحلیل بازار سهام استفاده میکنه و سیگنال معاملاتی روزانه میده. کیواوت، ابزار تحلیلی مبتنی بر AI که با ترکیب داده‌های تاریخی و هوش مصنوعی فرصت معاملاتی پیدا می‌کنه. الگو تریدر، پلتفرمی برای ساخت، آزمایش و اجرای استراتژی‌های معاملاتی خودکار مخصوص ارزهای دیجیتال و بازار سهام. نومر AI از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای پیش‌بینی رفتار بازار سهام می‌خواد استفاده کنه و کاربر اجازه میده استراتژی‌های معاملاتی خودش رو بسازه. تیکر آن، با استفاده از یادگیری ماشین الگوهای موجود در بازار سهام رو میخواد شناسایی کنه و سیگنال های معاملاتی بده. پس همین امروز هم ابزارهای زیادی وجود داره که شاید به عقیده شخصی من باید جلوی خیلی هاشون رو گرفت یا تا حد زیادی کنترلشون کرد. شما اگه اخبار هوش مصنوعی رو دنبال کنید میبینید که مثلا سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی هر روز با سنا جلسه داره، بالاخره میخوانش، ازش توضیحات میخوان. دلیل داره بچه ها، چون امریکا میدونه که گسترش دیوانوار این ابزار میتونه نظم رو به هم بریزه، چه تو دنیای معاملات چه تو دنیای انتخابات، در واقع هر چیزی میتونه دستخوش تغییر بشه. پس باید حواسمون خیلی جمع باشه. دوست دارم نظر شما رو در این خصوص بدونم. به نظر شما ربات تو معاملات تجاری میتونه به نفع ما عمل کنه یا به ضرر ما؟ میتونه موقعیت‌های خوب رو شناسایی کنه یا گند بزنه تو توازن بازار؟ نظرتون با هم اشتراک بذارید. دوستتون دارم. آموزش شد رام و تال پادشاه بیزنس آنلاین، رام و تال پادشاه بیزنس آنلاین، در میاره با هر کلیکی کلی پول، ای تو ایده های برترین بازار بزرگ.